ما واقعا بینت جرستیم. که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند میخواستم بزنم و اگه بنزن گردن آمریکا. تنها یک روز پس از افشاگری محسن اسدی لاری مقام سابق وزارت بهداشت و همسرش زهرا مجد درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران که منجر به کشته شدن دو فرزندشان شد این دو در گفتگویی با روزنامه شرق افشا کردند فردی که با آنها دیدار کرده و گفته در صورت سرنگون نکردن هواپیمای اوکراینی آمریکا به ایران حمله میکرد حسین سلامی فرماندهی کل سپاه بوده سپاه هم به اظهارات آنها واکنش نشان داده و گفته آنها ماجرا را تحریف کرده و دروغ میگویند و حرفهایشان مایه تشویش اذهان عمومی و از جنس حرفهای دشمنان جمهوری اسلامی است که به دنبال تضعیف اقتدار نظام و سپاه هستند اما جالب است بدانید سپاه پاسداران خانواده ای را به هم نوایی با دشمنان جمهوری اسلامی متهم کند که به اصطلاح از خودی های نظام بودند و سالیان سال از این نظام حمایت کردند کافی است به صفحه توییتر خانواده اسدی لاری سری بزنید پدر خانواده محسن اسدی لاری تنها پنج روز پیش از کشته شدن فرزندانش توسط سپاه در توییتی به زبان انگلیسی از قاسم سلیمانی فرماندهی سابق سپاه قدس حمایت کرده و کشتن او توسط آمریکا را یک جنایت خوانده و برای ترامپ رجزخانی کرده او در توییتش نوشته آمریکا برای یه گسترش بیثباتی در منطقه امروز مرتکب جنایتی بزرگ شد علیه قهرمان منطقه ای که داعش طرفدار آمریکا را نابود کرد محسن اسدی لاری در ادامه نوشته ژنرال سلیمانی در قلب ایرانی ها و دیگر ملل بود ترامپ تو خواهی دید که مردم چگونه علیه تهاجمات آمریکا متحد می شوند. محمد حسین اسدی لاری پسر محسن اسدی لاری که در ماجرای سرنگونی هواپیما کشته شد توییت های مشابهی دارد او توییت فردی را که نوشته هر بار تصویر قاسم سلیمانی را میبیند، بیند بغز می کند لایک کرده و توییت دیگری را درباره باشکوه بودن مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی بازنشر داده زینب اسدی لاری دختر خانواده هم که یکی دیگر از قربانیان سنگونی هواپیماست تفکرات مشابهی داشته او تنها پنج روز پیش از کشته شدنش توییت پدرش در دفاع از قاسم سلیمانی را بازنش داده و پیام جواد ظریف را لایک کرده که نوشته بود اقدام آمریکا مبنی بر کشتن سلیمانی تروریستی بوده و سلیمانی قهرمان ضد داعش بوده و آمریکا با کشتن او باعث خشم و انزجار جهانیان شده اما عجیبتر از همه این توییت حسن روحانی است که زینب اسدی لاری آن را لایک کرده دانالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پس از کشتن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت در صورت واکنش ایران 52 نقطه در خاک ایران را مورد حمله قرار خواهد داد حسن روحانی در واکنش به این تهدید در توییتر نوشت آنهایی که به عدد 52 اشاره می کنند بهتر است به 290 هم فکر کنند IR 655 هیچ وقت ملت بزرگ ایران را تهدید نکنید IR 655 شماره پرواز هواپیمایی مسافربری ایران ایر بود که در سال 1988 توسط یک ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و سرنشینان آن که 290 نفر بودند همگی کشته شدند. حسن روحانی در این توییت تلویحا به سپر انسانی اشاره می کند و میگوید حمله به 52 نقطه در ایران ممکن است باعث سرنگونی یک یا چند هواپیمایی مسافربری ایرانی شود. جالب و در این حال غم است که دخترکی که خودش قرار است طعمه این تاکتیک غیر انسانی حکومت جمهوری اسلامی شود در نهایت خامی و سادگی این توییت را لایک می کند. محسن اسدی لاری به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن دو فرزندش با انتشار چند تصویر از آنها در اینستاگرام پست عجیبی را منتشر کرده. او نوشته ثانیه ها برای ما سخت می گذارد. الان که می نویسم ساعت پنج و پانزده دقیقه صبح است. عزیزانم به همراه 165 مسافر دیگر و 9 کادر پرواز بالاخره پس از یک ساعت تاخیر در سندلی های خودشان مستقر شدند در حالی که التهاب فراوان از مقابله به مثل آمریکا بر مسافران حاکم است عزیزانمان به شدت به فکر مردم ایران و خانواده های خودشان هستند که در صورت حمله آمریکا چه خواهد شد محمد و زینب نازنینم به همراه بسیاری دیگر از جوانان نخبه و غیور نمیخواهند بروند در عزم رفتنشان سوس شدند به خاطر مردم مدام پیام میدهند دهها و صدها و هزاران پیام به خانواده دوستان و آشنایان نمیخواهیم مردم بیپناه را در برابر یورش دشمن تنها بگذاریم آنها نگران ما ما نگران آنها قافل از آنکه طراحی جنایت بزرگ در بیخ گوش خودمان در تهران صورت گرفته نه در پنتاگون محسن اسدی لاری در ادامه نوشته فرزندان ما را و فرزندان ملت ایران را هدف قرار دادند تا به قول خودشان ده میلیون نفر در امان باشند ای سران توته چرا عزیزان خودتان را در این عرابه مرگ قرار ندادید چرا نیرنگ چرا فریب چرا دروغ چرا پاکسازی صحنه چرا گزارش کارشناسی را که میدانیم کاملا مهندسی شده در اختیار شکات و وکلا قرار نمیدهید و صدها و هزاران چرای دیگر روز آشکار شدن اسرار نزدیک است کوس رسوایی طراحان و آمران و عاملان این جنایت بزرگ زده شده توجیه کنندگان و ساکتان در مقابل این ظلم بزرگ و آشکار نیز فرصت را برای مقابله با ظلم از دست ندهند محسن اسدی لاری و زهرا مجد در جدیدترین گفتگویشان با روزنامه شرق گفتند علی شمخانی در مراسم ختم فرزندشان شرکت کرده و همانجا مصاحبه ای را هم با شبکه خبر انجام داده. آنها گفتند از دید آنها شمخانی یکی از متهمان اصلی ماجرای سرنگونی هواپیماست و آنها علاوه بر حسین سلامی و امیر علی حاجی زاده از شمخانی هم شکایت کردند. زهرا مجد به روزنامه شرق گفته نزدیکای چهلم فرزندانش بوده که از طرف سپاه خیلی اصرار شده که به دیدن آنها بروند. او گفته ما قبول نمی کردیم. به هر صورت یکی دیگر از اعضای خانواده را واسطه کرده بودند و به اصرار او آقای سلامی آمد ایشان آمد و البته گفت خیلی مخفی باشد و ما به کسی نگفتیم و هیچ عکسی چیزی هم سعی کردیم پخش نشود ایشان با معاونش آمد و چقدر گریه و زاری و اینها که کاش من در آن هواپیما بودم و کاش من رفته بودم گفتم اینها کافی نیست که شما میگویید ما هم همه آرزو داریم کاش خودمان برویم هر روز من و پدرش میگوییم کاش ما به جای بچه ها رفته بودیم. زهرا گفته سلامی در این دیدار گفته شما میدانید بچه های شما چه جایگاهی دارند و از شهید وسط جبهه جنگ و وسط خط مقدم هم نقششان بیشتر است. سلامی گفته میدانید اگر اینها نبودند چه جنگی میشد؟ او گفته اگر این اتفاق نمیافتاد ده میلیون جمعیت کشته میشدند و سرنگونی هواپیما باعث شد که این جنگ رخ ندهد. در اینکه اعضای خانواده اسدی لاری همگی از طرفداران و حامیان نظام جمهوری اسلامی بودند تردیدی نیست در اینکه محسن اسدی لاری و همسرش پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن دو فرزندشان تا حدودی تغییر موضع داده و به منتقدان جدی برخی از سران نظام جمهوری اسلامی تبدیل شدند تردیدی نیست اما پرسش اینجاست که آنها علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی را تا چه در این ماجرا مسئول و مقصر می‌دارند خود محسن اسدی لاری و همسرش میگویند گروه کوچکی از مقامات ارشد نظام از تصمیم برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داشتند. بله که صحبت هایی صحبتایی که برساد آقای ظریف کردند و اینا در کنار هم که قرار دادن خیلی مشخص شد یعنی به نظر می رسه که یه دایره محدودی از این جریان خبر داشتن حتی دایره دولت و خود آقای مثلا ظریفی حتی شورای امنیت خبر نداشتند محسن اسدی لاری و همسرش میگویند علاوه بر حسین سلامی فرماندهی کل سپاه و امیرعلی حاجی زاده فرماندهی هوافضای سپاه علی شمخانی هم از متهمان اصلی ماجرا است علی شمخانی نمایندهی خامنهای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شوراست اگر همه اعضای شورای عالی امنیت ملی آنگونه که خانواده اسدی لاری میگویند از نقشه سپاه برای سرنگونی هواپمای اوکراینی خبر نداشتند پس چه کسانی از آن با خبر بودند و در طراحی آن نقش داشتند شمخانی تحت چه عنوانی در این تصمیم نقش داشته تردیدی نیست که شمخانی سلامی و حاجی سه نفری نمیتوانند نقشه سرنگونی یک هواپیمای مسافربری خارجی را بکشند که بیش از صد نفر از مسافرانش ایرانی هستند تردیدی نیست که خانواده اسدی لاری به خوبی میدانند که رهبر جمهوری اسلامی بر این نقشه مهر تایید زده ولی آنها جرأت و جسارت بیان آن را ندارند میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد آمریکا حمله میکرد و ده میلیون جمعیت شاید در خطر بودن